همراهان عزیز سلام، خیلی خوش اومدین به یک قسمت دیگه از آموزش زبان اسپانیایی بامبو لنگویجز. من زهرا همتی هستم و در درس امروز میخواییم با هم دیگه یک سری صفتهایی رو ببینیم که اگر با فعل سربیان یک معنی دارن، اگر با فعل استاربیان یک معنای دیگه ای رو دارن. قبل از اینکه بریم سراغ درسمون، امیدوارم از هر کجای دنیا که ویدیوهای ما رو تماشا میکنین سالم و سلامت باشین، به اینترنت هم دسترسی داشته باشین و همچنین اگر تمایل داشتین از کانال ما حمایت بکنین، میتونین در چنلمون سابسکرایب بکنین و بعد هم ویدیوهامون رو به صورت رایگان تماشا بکنین. خب، درس امروز ما همونجوری که بهتون گفتم در خصوص یک سری صفت‌هاییه که اگر با دو فعل سر و استار بیان، علارغم اینکه صفت ما یک صفته ولی فعل باعث میشه که معنای صفت عوض بشه. در واقع اصطلاحا میگیم میزمو ست خطیبوس پرو دیفرنت سیگنیفیکادوس، یعنی یک صفت یکسانی رو داریم ولی معنای صفت تغییر میکنه. امروز با همدیگه میخواییم 10 تا از این صفت‌ها رو بررسی بکنیم. اولین صفتی که میبینیم صفت لیست و لیستا هست دوستان عزیز. لیست و لیستا اگر با فعل سر بیاد یعنی اینتلیخنته. وقتی میگیم ماریا اس لیستا یعنی ماریا باهوشه. همین صفت اگر با فعل استار بیاد یعنی پرپارادو پرپارادا، یعنی یه چیزی آماده باشه. مثلا من همیشه سر کلاسام به بچه ها میگم استایس لیستوس، آماده اید؟ حالا میخوایم یه اکتیویتی رو با هم دیگه انجام بدیم یا حالا یک فعالیتی رو کردن میخوایم با هم دیگه جواباشون رو چک بکنیم، میشه پرپارادو پرپارادا. پس همونجوری که میبینین من یک صفت دارم ولی اگر سر اومد با لیست و لیستا میشه اینتلیخنته، اگر استار بیاد میشه پرپارادو پرپارادا. صفت بعدی من نگرو نگرا هست. خب نگرو نگرا، ما این کلمه رو خیلی تو درسای اولمون یاد گرفتیم، درسای خیلی خیلی اولمون. خیلی سیمپلمنته یکی از اوسوها و کاربرداش میشه کلور نگرو، یه رنگ سیاه. زمانی که با فعل سر بیاد اشاره به رنگ سیاه داره، یا راسا نگرا یعنی نژاد سیاه، درسته؟ مثلا میگیم دسپکتیو نباید اینجوری صحبت بکنیم، فقط برای اینکه جملهشو بهتون بگم میگیم فلانی تو اس نگرو، یعنی فلان کسک سیاه، سیاه پوسته. نمیگیم جمله از نگرو برای بیان نشنالیتی استفاده نکنین، توهین آمیزه. باید بگین مثلا اس افریکانو، مثلا به عنوان مثال اگر که آفریقاییه. اوکی، پس فقط مثال زدم که بدونین راسا نگرا وقتی که میگیم منظورمون چی. حالا همین نگرو نگرا اگر با فعل استار بیاد دو تا معنی داره. وقتی میگیم مثلا او دیو سانتو خورخه اوی اسیدو موی نگرو، یعنی خورخه امروز خیلی انفادادو بود، خیلی عصبانی بود. پس با استار اگر نگرو اومد هم یعنی خیلی عصبانی، هم یه چیزی هم که بگیم خیلی تیره است دیگه، مورنو مورنا، یعنی استار موی نگرو، یعنی چیز خیلی سیاه شده باشه، درسته؟ رنگ خودش سیاه نباشه، سیاه شده باشه الان. حالا برای هر چیزی میتونی استفاده کنی، یعنی مورنو مورنا، درسته؟ پس اینم از نگرو. کلارو کلارا معناهای مختلفی داره. اگر کلارو کلارا با سر بیاد یعنی یه چیزی که شفافه، یه چیزی که روشنه. ولی اگر با استار بیاد یعنی یه چیزی که واضحه، یه چیزی که معلومه. دوباره من همیشه سر کلاسام مثلا یه مفصلی رو که توضیح میدم بعدش به بچه ها میگم استا کلارو، یعنی آیا واضحه، مشخصه. ولی مثلا فرض کنید لوس کریستالس سون کلاروس، شیشه ها شفافن، درسته؟ اینجا نمیگیم لوس کریستالس استان کلاروس، اشتباهه، باید بگیم سون کلاروس. پس کلارو کلارا هم میشه لومینوسو و با استارم اوبیو اوبیا. خب دسپیرتو دسپیرتا اصل معنیش یعنی بیدار، ولی این بیدار اگر با فعل سر بیاد، وقتی میگیم مثلا مانوئل اس موی دسپیرتو، مانوئل خیلی بیداره، منظورمون چیه؟ یعنی خیلی آدم آگاه و هوشیاریه، یعنی اخیل د پنسامینتو، یعنی تیز و چابک برای فکر کردن، یعنی آدم هوشیاریه، آدم آگاهیه، زرنگیه. ولی همین دسپیرتو دسپیرتو اگر با استار بیاد، آنوچه کواندو می یاماسته یو استاوا دسپیرتا، دیشب وقت زنگ زدی به هم من خواب، من یو استاوا دسپیرتا، من بیدار بودم،
درسته؟ پس اگر با فعل استار بیاد میشه بیدار بودن، اون بیدار فیزیکی که برای بدنمون استفاده میکنیم. پس اینم از دسپیرتو دسپیرتا. ادخطیبای بعدی اتنتو اتنتا هست که اگر با سیر بیاد، وقتی میگیم مثلا ماریا اسموی اتنتا، کارلوس اسموی اتنتو، یعنی یه آدم کنسیدرادو، یعنی یه آدم با ملاحظه، یه آدمی که رعایت حال بقیه رو بکنه، یه آدمی که مهربونه. ولی وقتی میگیم استا اتنتا فلانیتا، حالا هر کسی، اگر با استار بیاد یعنی داریم از پونر اتنسیون استفاده میکنیم، یعنی که توجهش الان جلب به موضوع هست، یا آدمی هست که حالا توجه داره میکنه الان به یک موضوعی که حالا مورد بحثه، پس جنبه توجه داره. ولی با فعل سر اصلا ربطی به توجه نداره. اتنتو اتنتا یعنی کسی که با ملاحظه است، کسی که آدم مهربون و در واقع همون رعایت همه رو میکنه. ریکو ریکا با فعل سر که اگر بیاد، همه تون فکر میکنم این جز صفتهاییه که توی لول آیک همه خیلی زود یاد میگیرن، ریچ یعنی ثروتمند یا پولدار. ولی این ریکو ریکا اگر با سر بیاد یعنی تنر موچو دینرو، اگه با سر بیاد یعنی مثلا پولدار طرف، اگر با استار بیاد یعنی غذایی که طعم خوبی داشته باشه یا خوشمزه باشه. یه مثلا فرض کنید ایر جو فوی یا اون رستورانت مکزیکانو ال پلاتو استاوا موی ریکو یا ریکیسیمو. من دیروز رفتم یه رستوران مکزیکی، غذاش خیلی خوشمزه و استاوا لا کومیدا او ال پلاتو استاوا موی ریکو، یعنی غذاش خوشمزه بود. ولی از اون طرف من میگم الیخاندرو اس موی ریکو، یعنی الیخاندرو آدم پول داریه. پس با سر و استار معناهاشون فرق میکنه. آبیرتا آبیرتا اگر با فعل سر بیاد یعنی کسی که ذهن بازی داره، کسی که حتی برونگراست، اکستروورتیدو اکستروورتیدا، کسی که برونگراست و ذهن آزادی داره. ولی وقتی با استار بیاد صرفاً و صرفاً یعنی باز بودن یک مکان. ال بانکو استا آبیرتو آورا میزمو، الان بانک بازه، استا ابیرتو. لاس اسکولاس نو استان ابیرتاس، مدرسه ها الان باز نیستن. پر اخمپلو. پس اگر با استار بیاد میشه نو سرادو سرادو، صرفاً به یک مکانی که باز باشه برمیگرده. ولی با فعل سر یعنی کسی که ذهن بازی داره، یعنی ذهن کسی که حتی اینجا حالا سیمپاتیک، کسی که مثلا مهربون و دلرحم باشه، همه اینها رو معنی میده. صفت بعدی که میخواییم با هم دیگه ببینیم برده هست. خب برده اگر با سر بیاد اینم مثل نگرو، اول از همه کلور برده، رنگ سبز رو نشون میده. ولی همچنین اگر با فعل سر بیاد اوبسنو رو هم، یعنی به معنای اوبسنو هم هست. اوبسنو یعنی چی؟ یعنی وقیح، یعنی مستهجن. درسته؟ پر اخمپلو لا پلیکولا اس موی برده، استا پلیکولا اس موی برده، یعنی این فیلم خیلی مستهجنه، این فیلم خیلی وقیحه. درسته؟ پس برده هم کلور میشه هم اوبسنو. ولی همین کلمه برده اگر با استار بیاد یعنی ایمادورو ایمادورا، یعنی یه چیزی که نارسه، نرسیده، خامه هنوز. مثلا من میگم که لاس نارانخاس سون بردس، این پرتقالا نرسیدن هنوز، نارسن، ایمادورو ایمادورا. درسته؟ پس اینم از تفاوت سر و استار برای برده. دلیکادو دلیکادا میشه حساس، میشه ظریف. اسون تما موی دلیکادو. پر اخمپلو اولار دی اوموسکسوالیداد اکی این کانادا اس موی دلیکادو، یعنی چی؟ یعنی صحبت کردن از همجنسگرایی تو کانادا خیلی موضوع حساسیه. یعنی چی؟ یعنی که نمیتونین به قول معروف باید احترام بذارین بهش و نمیتونین، حالا چجوری حالا براتون توضیح بدم، نباید مثلا تحقیر آمیز باشه رفتار ما. درسته؟ اسون تما موی دلیکادو، موضوع حساسیه. پس دلیکادو با سر میشه فراخیل و سوابه، یعنی یه چیزی که شکننده است، یه چیزی که لطیفه، یه چیزی که حساسه. اگر دلیکادو دلیکادا با استار بیاد اینجا میشه آدمی که از نظر جسمی و سلامتی آدم حساس و شکننده‌ایه.
من نمیدونم حالا چند نفر اینجا این اصطلاح رو استفاده میکنن، ولی حداقل اونجایی که من بزرگ شدم تو ایران میگیم که مثلا طرف خیلی حالا یه چیز خیلی خیلی محاوره داره میاد تو ذهنم، ولی دارم تلاش میکنم که یه حالت رسمی تر رو بهتون بگم. مثلا میگیم طرف بی جونه، کلن جون نداره، آدم مثلا خیلی شکننده و ظریفی، قوای جسمی نداره، درسته؟ پس دلیکادو دلیکادو اگر با استار بیاد میشه فراخیل ده سلود، یعنی سلامت شکننده از طرف، از نظر سلامتی ما داریم صحبت میکنیم. و آخرین صفت سرادو سرادایه که اپوستای آبیرتو آبیرتای آبیرتو آبیرتا که گفتیم یعنی اکستروورتید و یعنی دمنت آبیرتا، ولی سرادو کاملا برعکسش میشه، میشه دمنت سرادا، کسی که ذهنش بسته باشه و همچنین کسی که اینتروورتیدو باشه، درونگرا باشه و یا تیمیدو تیمیدا باشه، حتی خجالتی هم که باشه میتونیم مثلا بگیم که ماریا اسونپوکو سرادا یعنی یه ذره دختر خجالتیه، درسته؟ همین حالت اگر با استار بیاد دوباره مثل آبیرتو، لاس اسکولاس استان سرادس، یعنی مدرسه ها بستن. پس با استار اگر بیاد صرفا میشه یک جایی، یک لوکیشنی که بسته باشه، درسته؟ دیگه هیچ ربطی به کرکتر و پنسامینتو و اینها نداره. حالا کاری که شما قراره انجام بدین اینه که این لیست رو شما باید حفظ بکنین و بعد هم خب وقتی که حفظ بکنین میتونین در جملاتتون استفاده کنین. هیچ قاعده گرامری ما نداریم، فقط بیشتر درس امروزمون در خصوص وکابولاریه که یه کوچولو لینک به گرامره، وگرنه که تنها کاری که باید با این لیست کلمات انجام بدین اینه که اینها رو در یک جای یادداشت بکنین و بعد هم حفظشون بکنین. میتونید ویدیو رو پاز بکنین، من حالا سعی کردم که بیشتر این سمت بیستم که شما بتونین یادداشت بکنین اگر میخواین معنی ها رو یادداشت بکنین و بعد هم حالا حفظشون بکنین. بریم قسمت بعدی یک سری با همین چیزا یه چند تا مثال با هم دیگه ببینیم و درسمون رو تمام بکنیم. خیلی خوش اومدین به پارت دوم. سه تا مثال با هم دیگه ببینیم. آنکه مانوئلش موی دسپیرتو سوی خونو پارسه سر موی لیستو، میگه علارغم این که اگرچه که مانوئل خودش آدم دسپیرتویه، یعنی آدم هوشیاری زرنگی زیرکیه، ولی سویی خو پسرش نو پارسه سر موی لیستو، به نظر نمیرسه خیلی باهوش باشه. نو پارسه سر موی لیستو. خب ببینید دوستان، سر لیستو و اس دسپیرتو. جمله بعدی لا کومیدا یا استا لیستا ایوس اسیگورو که تامبین استا موی ریکا. همین جمله که اینجا شما سر لیستو رو دیدین، من اینجا اومدم استا لیستا رو نوشتم، ولی ببینید چقدر معنا فرق میکنه. لا کومیدا یا استا لیستا یعنی غذا دیگه آماده است، غذا آماده است. لا کومیدا یا استا لیستا، در حالی که تو این جمله میگه نو پارسه سر موی لیستو، به نظر نمیرسه باهوش باشه، اصلا کلا یه چیز دیگه میشه. ایوس اسگورو و شما رو مطمئن میکنم که تامبین استا موی ریکا که همچنین خیلی هم خوشمزه است، استا موی ریکا. پس هیچ ربطی به ثروتمند بودن نداره به خاطر اینکه فعل استا رو داره. و آخرین مثال روسا اس موی ابیرتا ی ال میزمو تیمپو موی اتنتا، میگه روز دختر به قول معروف ذهنش بازه یا حالا دختر برونگراییه. یالمیزمو تیمپو، اینو با هم یاد بگیرین، المیزمو تیمپو ستاش با هم، المیزمو تیمپو میشه در عین حال، یالمیزمو تیمپو و در عین حال، اینو یادداشت بکنید یه جا یادش بگیرید. موی اتنتا، اتنتا همونجوری که در قسمت قبلی گفتیم داریم از فعل سر استفاده میکنیم، پس میشه چی؟ میشه یه آدمی که با ملاحظه است، یه آدمی که مهربونه. پس هم دختری که ذهنش بازه و حالا برونگراست و همین که خیلی مهربون و با ملاحظه است. الکنتراریو ده سو ارمانا، برخلاف خواهرش کینس موی سرادو، کسی که حالا اینجا اگه نخواهیم معنای منفی بهش بدیم بگیم خجالتیه. سرادو یکی از معناهاش این بود که خجالتیه دیگه. پس برخلاف خواهرش که خیلی خجالتیه. این برخلافه رو از کجا درآوردم؟ الکنتراریو د.
درسته؟ al contrario de. همون جوری که میبینین دوستان عزیز، این مبحث مبحثی نیست که خیلی بخوایم مثلا حالا چالش باش داشته باشیم. خیلی راحت فقط حواستون باشه چی؟ یعنی حواستون باشه اون چیزی که میخواین بگید با سر باید بیاد یا با فعل استار و بعد از صفتها استفاده بکنید. فقط و فقط احتیاج دارین که مموری سار بکنین معناهایی که در قسمت قبلی دیدیم رو و بعد هم در جملاتتون استفاده بکنید. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. Ya sabéis, para cualquier consulta, duda, pregunta, problema al respecto de español, podéis escribirme aquí abajo en los comentarios. Hasta la próxima lección y adiós, nos vemos.